بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صفات اخلاقي صلى الله عليه وسلم، خدمه صلى الله عليه وسلم باهلش. اسود ابن يزيد رحمه الله ميگوید عائشه رضي الله عنهما را پرسیدم پیامبر صلى الله عليه وسلم در خانه اش چی میکرد؟ گفت در خدمت اهلش بود. هرگاه وقت نماز میشد برای نماز میبرآمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به جاهلان اهمیت نمیداد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا تعجب نمیکنید که الله چگونه دشنام های مشرکان قریش و لعنت کردن آنها را از من باز میدارد؟ مذمت شده را دشنام میدهند و لعنت میکنند و من محمدم. صدق او صلی الله علیه و سلم. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گفت به ما رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن کرد و او راستگو و تصدیق شده است. رفتار او صلی الله علیه و سلم با خدمتگارش. انس رضی الله عنه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم را 10 سال خدمت کردم. سوگند به الله هرگز به من اوف نگفت و آن چیزی که کردم به من نگفت که چرا این کار را کردی و کاری را که نکردم نگفت که آیا چنین نکردی. پیامبر صلی الله علیه و سلم از یارانش به چیزی فرق نمی کرد و دلکشاد بود. انس ابن مالک رضی الله عنه گفت وقتی که ما در مسجد نشسته بودیم مرد با شتر داخل مسجد شد، پس آن را در مسجد خوابانید، سپس آن را بس و آنان گفت کدام شما محمد است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین آنها تأکید زده بود. راوی گفت و او گفتیم این مردی سفیدی تأکید زده است. پس مرد به او گفت ای پسری عبدالمطلب. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت تو را جواب دادم. مرد گفت ای محمد، من تو را سخت سؤال میکنم، پس بر من غضب نکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند پس آن چی میخواهی؟ آن مرد گفت تو را به پروردگارت و پروردگار پیشینیان میپرسم، آیا الله تو را برای همه مردم پیامبر فرستاد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ای الله، آره. گفت تو را به الله میپرسم، آیا الله تو را امر کرد که در یک شبانه روز 5 وقت نماز خوانیم؟ پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ای الله، آره. آن مرد گفت تو را به الله میپرسم، آیا الله تو را امر کرد که این ماه سال را روزه بگیریم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ای الله، آره. آن مرد گفت تو را به الله میپرسم، آیا الله تو را امر کرد که صدقه را از بایهای ما بگیری پس به فقیران ما تقسیم نمایی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ای الله، آره. پس آن مرد گفت و آنچه آورده ای ایمان آوردم و من نماینده قوم خودم هستم و من زمام ابن ثعلبه برادر بنی سعد ابن بکر هستم. نان او صلی الله علیه و سلم. عایشه رضی الله عنها گفت خانواده محمد صلی الله علیه و سلم 2 روز پی در پی از نان جوین سید نکرد تا که رسول الله صلی الله علیه و سلم میرانیده شد. زهد او صلی الله علیه و سلم در دنیا. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند مرا شاد نمی کند که من به مانند کوی احد طلا داشته باشم. بر من 3 شب نگذرد و در نزد من 1 دینار از آن باقی ماند، مگر چیزی که برای قرضم نگاه دارم، مگر که آن را در بندگان الله اینچنین و اینچنین و اینچنین تقسیم کنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم دشنام نمی دادند. عایشه رضی الله عنها گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم بدگفتار نبود و نه به تکلف فحش می گفت و نه صدایش را در بازارها بلند می کرد و نه بدی را به بدی پاداش می داد، بلکه گذشت و عفو می کرد.
پیامبر صلی الله علیه و سلم دست زنی را نقاپیده است. عایشه رضی الله عنها گفت هرگز کفی دست رسول الله صلی الله علیه و سلم دست زنی را لمس نکرده است. خانه و وضع زندگی او صلی الله علیه و سلم. عمر رضی الله عنه گفت من به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم در آمدم، در حالی که در بوریا کج پهلو کرده بود، پس نشستم و چادرش را بر او نزدیک کرد و جز آن چیزی نداشت. این هنگام بوریا در پهلوی او تأثیر کرده بود. پس در خزینه رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر کردم، پس من یک قبضه جو را دیدم که قریب یک صاع بود و مانند آن در گوشه خانه برگسیا بود و پوست آویخته بود. گفت پس از چشمانم اش جاری شد. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ای پسر خطاب چرا گریه میکنی؟ گفتم ای پیامبر الله چرا گریه نکنم و این بریا در پهلوی تو تأثیر کرده است و این خزینه تو در آن نمی بینم مگر چیزی که می بینم و قیصر و کسرا در باغهای پرثمر و در نزد دیرها زندگی دارند و تو رسول الله صلی الله علیه و سلم و اختیار کرده او هستی و این خزینه توست. پس فرمودند ای ابن خطاب آیا نمی خواهی که برای ما آخرت و برای آنها دنیا باشد؟ گفتم بله می خواهم.